با سلام و عرض روز بخیر، با یکی دیگه از فعال‌های تک کارتی روزانه فوکوس در خدمت شما هستم. من شهرزاد هستم. شما میتونید روی این کارت ها نیت روزانه‌تون رو بکنید و من براتون تفسیر کنم. خب ببینیم تاروت چی میخواد به ما بگه. قراره که یک اتفاقی به زودی توی مسائل عاطفی شما رخ بده. ممکنه در اصل این اتفاق گفتگو یا سوء تفاهم قهر موقتی پیش بیاد که باعث بشه که یک کمی شما رو نسبت به رابطتون دل سرد کنه یا ترسی رو در وجودتون به وجود بیاره. این اتفاق ممکنه تا 5 وعده نزدیک براتون بیفته. مواظب باشین که در اصل این اتفاق زیاده روی نکنید که منجر به قهر نشه. در واقع تاروت روزانه به شما هشدار میده مواظب یک قهر باشید. اگر که بحث و گفتگو دارید زیاده روی نکنید و اجازه ندید که به قهر تبدیل بشه. در رابطه با مسائل کاری و شغلی میگه ممکنه توی مسئله کاری و شغلی شما یک عده کسایی باشن که دوست داشته باشن شما خودتون محیط شغلیتون رو، صندلیتون رو، جایگاهتون رو ترک کنید و به خواست خودتون برید. میگه در مقابل این انسان‌ها شما باید بی‌تفاوت باشید، اونها رو ندیده بگیرید و به کار خودتون ادامه بدین. به هر حال اونا تا وعده کوچیک 5 یک سری علائم از خودشون نشون میدن، یک سری کارها میکنن که شاید این کارها و یا گفتاری که میکنن به ضرر خودشون تموم بشه. به هر حال و در هر صورت در رابطه با مسائل خانوادگی شما یک قهر و ناراحتی که شاید تازه به وجود اومده یا به تازگی به وجود بیاد موقتی هست. خودتون رو نگران نکنید، این مسئله حل شدنی هستش. خب ببینیم که اوراکل عزیز میخواد چی به ما بگه. خب میگه به خودت زمان بده. چیزهای خوبی که قرار پیش بیان ممکنه زمان زیادی رو نیاز داشته باشن، آرام آرام بیان ولی پیوسته و برای ایبیچ و زمان مدت زیادی بمونن. اگر در رابطه با چشم انتظاری نیت رو گرفتید میگه که چشم انتظاری شما به زودی به پایان میرسه. به خودتون زمان بدید و اجازه بدین که این خبر خوب، این درخواست خوب، این شخصی که براش نیت کردید به آرامی و به آرامش به سمت شما بیاد. امیدوارم که از فال تک‌کارتی امروز خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا فردا، خدا نگهدار.